من هایده هستم، 56 سالمه و 17 ساله که به عیسی مسیح ایمان آوردم. قبل از ایمان به مسیح من یک مسلمان بودم، مسلمان خیلی مذهبی، خیلی شدیداً مذهبی. من تمام شریعت اسلام رو به طور تماما انجام میدادم، نماز هم، روزه و تمام مراسم مذهبی اسلام رو شرکت میکردم و خیلی شدید پابند این مراسم و این مذهب بودم. من در مذهبی که بودم همیشه خودم دنبال خداوند بودم و اینکه خداوند رو نمیتونستم پیدا کنم، نمیتونستم حسش کنم و حتی نمیتونستم اعتماد کنم که اون کارهایی که انجام میدم رضایت خداوند رو جلب میکنه. برای اولین بار من در یک شرکتی کار میکردم که اونجا یه خانومی بودن که منشی اون شرکت بودن و ایشون مسیحی بودن، ولی من نمیدونستم که ایشون مسیحی هستن و ایشون به من میترسیدن که به من بگن که مسیحی هستن و ایمان به مسیح دارن، چون من در اون شرکت هم اعمال مذهبیمو به جا می آوردم، یعنی نمازم رو میخوندم و همیشه روزه بودم. به خاطر همین ایشون به من میترسیدن که بگن. دختر بزرگم هم در اون شرکت به طور موقت، یعنی در هفته دو روز حسابداری اون شرکت رو انجام میدادن. اون منشی شرکت با دخترم صحبت کردن و به دخترم بشارت مسیح رو دادن و اولین بار که من بشارت عیسی مسیح رو شنیدم خیلی شدیداً من مخالفت کردم، چون به باورهام اینطور میدونستم که این واقعاً کفره و اینکه از اسلام برگشتن یک گناه خیلی بزرگه و اینکه کسی که مسلمونه و ایمان بیاره به مسیح کافره و خیلی شدیداً برخورد کردم با این مسئله و حتی اومدم خونه گفتم که چه حیف که یه دختر به این خوبی، چون همون دخترم به من گفت که اون منشی شرکت بهش این بشارت رو داده و من با دخترم خیلی ناراحت شدیم، چون اون موقع دخترم هم هنوز ایمان نیاورده بود و گفتیم که چقدر حیفه که این دختر کافر شده و اینکه خیلی جبهه گرفتم و اینکه بیشتر به اون ایمانم که اسلام بود و به نماز و اون دعاهام بیشتر ادامه دادم و بیشتر اینکه هی خودم رو سوا میکردم، یعنی جدا میکردم، نمیخواستم با اون برخورد کنم یا حرفاش حتی گوش کنم. من همطور که گفتم اون دختر بزرگم که با من در اون شرکت کار میکرد خیلی شدیداً از نظر اعصاب و روان به هم ریخته بود، چون ما شرایط زندگیمون خیلی سخت بود، شوهرم اعتیاد داشت، اعتیاد خیلی شدید داشت و اینکه من خیلی کار میکردم، خیلی هم بیرون خونه کار میکردم هم داخل خونه کار میکردم، اینا فشار خیلی زیادی روی دخترم ایجاد کرده بود و دخترم ناراحتی اعصاب گرفته بود و من اون رو به دکتر اعصاب روانپزشک می‌بردم. خیلی پرخاشگر بود، خیلی سردردهای میگرنی داشت، خیلی شدیداً بیمار بود. وقتی اولین بار اون ایمان آورد تو خانواده ما، اون که ایمان آورد در عرض دو ماه شدیداً تغییر کرد و واقعاً تبدیل شد. از یه دختر پرخاشگر بیمار عصبانی به یه دختر مهربون آروم و واقعاً مهربون، واقعاً این تبدیل خداوند رو من در دخترم دیدم و این تبدیل خیلی بر من جالب بود. کسی که من این همه تلاش میکردم که آرامش پیدا کنه، آروم باشه و اون سردردها چکم آروم بشه، یک دفعه
تبدیل شد به یه شخص دیگه و من این تبدیل رو دیدم و ازش خواستم که یه 2 ماه بود که اون به یه کلیسای خانگی میرفت از طریق همون دوستمون، خواستم که من برم اونجا ببینم اونجا کجاست که اینطور تبدیل شده و منو یک شب برد با خودش اون کلیسایی که میرفت و من اونجا واقعا حس کردم که خداوند حضور داره. همونجا من زانوهام خم شد و قلبم رو خداوند لمس کرد و اقرار کردم به خداوندی عیسی مسیح و ایمان آوردم. من هم خیلی افسرده بودم، خیلی نگرانی های خیلی شدیدی رو زندگیم داشتم. بزرگترین نگرانیم اعتیاد خیلی شدید شوهرم بود و اینکه واقعا من امیدی نداشتم که شوهرم بتونه، یعنی یه روزی سلامت شوهرم رو ببینم و این قلب من که همیشه گرفته بود و همیشه اون افسردگی که داشتم بعد از ایمان به عیسی مسیح، یک اعتماد و یک آرامشی در من به وجود اومد که واقعا یه تغییر اساسی در من به وجود اومد که من یه پشتیبان، یکی رو پیدا کرده بودم که واقعا حسش میکردم خداوند رو در زندگی و این آرامش و این اطمینانی که من پیدا کرده بودم اون تغییر اساسی بود که در من ایجاد شده بود. و اینکه من واقعا وسواس فکری داشتم، وسواس تمیزی داشتم، اینا رو همه رو به یک باره اصلا خداوند انگار شفا داد. اون وسواس هام از من برداشته شد، اون نگرانی هام، اون استرس و استرابی که در وجود من همیشه بود با من، اینا همه برداشته شد از من. اون آرامشی که خداوند به من داد، این تغییر خیلی بزرگی بود در زندگی. زندگی من در خداوند مثل گیاه پژمرده و مرده‌ای بود که واقعا نور خداوند زندگی من رو زنده کرد. واقعا مثل گیاهی که پژمرده میشه و بهش آب میدن و اون گیاه زنده میشه، من اینجوری در زندگی واقعا زنده شدم. نه خودم، بلکه زنده شدن شوهرم رو هم دیدم. معجزه‌ای که در زندگی من اتفاق افتاد، ایمان شوهرم و شفای اون از اعتیاد 30 سالش بود. میگم فقط همون این که من چشیدم این رو، این که من یک عمر خودم به دنبال خدا بودم و پیداش نکردم و خداوند اومد و من رو پیدا کرد و نجات داد. خیلی دوست دارم که خداوند واقعا نجات دهنده است. این چیزی که من چشیدم همه، یعنی همه بچشن، همه ببینن و خداوند رو بچشن که خداوند زنده است و حضور داره و حیات جاودانی نزد خداوند ایساست.